سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی با هم دیگه میریم و درس 29 رو شروع میکنیم درس 29 هست Osiris and the Nile یعنی Osiris و رود نیل Long ago Osiris was the king of Egypt میگه سالیان قبل یا خیلی قبل پیش Osiris بود king of Egypt پادشاه ایجپت بود پادشاه مصر بود And Isis was the queen. و Isis هم ملکه بود. ملکه ی مصر بود. They ruled the fertile land by the Nile River. اونا رول اینجا به معنی حک فرمایی کردن. اونا حک فرمایی می کردن یا حک رانی می کردن به Fertile یعنی حاصل خیست. Fertile land یعنی سرزمینه. حاصل خیز بای دی نایل ریور که کنار رود نیل بود پس اونها حکم فرمایی میکردن یه حکم رانی میکردن در زمین های حاصل خیزی زمین های حاصل خیزی کنار رود نیل بای دی نایل ریور کنار رود نیل They had a great intelligence. اونها هوش بسیار زیاد داشتن. Intelligence یعنی هوش، ذکاوت، هوش ذکاوت هوشه، بسیار زیادی داشتن and they shared their abstract ideas with everyone و اونها هم به چه کار میکردن شیر میکردن به اشتراک میذاشتن their abstract ideas abstract یعنی انتظایی یعنی چیزی که تو ذهن ما هست اون رو ما بهش میگیم abstract یا حالا ما تو نقاشی هم داریم که میگن abstract یعنی یک چیزی تو ذهن اون نقاش خلق میشه و اون رو به تصویر میکشه و تو فضای بیرون تو محیط اون رو ما نداریم بس چیزهایی که تو محیط به صورت فیزیکی نمیبینیم بهش میگیم ابسترکت یا انتظایی بس اونها دی شیرد اونها به اشتراک میذاشتن دی ابسترکت ایدیاز ایده های انتظایی خودشون رو به اشتراک میذاشتن وید اوریون با همه Osiris taught the Egyptians how to make wheels and furniture. Uh, Osiris شما میکرد تات. تات گذشته تیچه اینجا. به آموزش میداد آموزش میداد به ایجپشنز به مصریان آموزش میداد how to make wheels and furniture که چطور اونها چرخ و مبلمان و وسایل خونه درست بکنن wheels یعنی چرخ wheel چرخ chur, wheel چرخ ها furniture هم که میتونیم بگیم وسایل خونه مبلمان و اینجور چیزا Isis taught them how to make things from clay and cloth uh, میگه که حالا ah, اوسایرس اونها رو آموزش میداد و آیسیس آموزش میداد آم آیسیس هم تعلیم میداد اونها رو که چطور یک چیزهایی رو بسازن از کلی یعنی از گلروس و پارچه از پارچو و گلروس چه چیزهایی میتونن اونها بسازن پس اوسایرس به اونها یاد میداد به مصری یاد میداد که چطور چرخ و مبلمان بسازن و آیسیس هم بهشون یاد میداد که چطور از گلروس و پارچه وسایل درست بکنن. The people thought they deserved a gift. مردم که خب این خدمات اونها رو می‌دیدن، فکر می‌کردن که اونها deserve شایسته یک پیشکشی هستن، یک هدیه هستن، gift. gift، عنوان حالا یک پیشکیج هدیه. So they built Osiris and Isis a pyramid. اونها اومدن ساختن برای اوسایروس و آیسیس یک پیرامید، یک هرم درست کردن. Everyone loved Osiris except his brother. همه کسایی که اونجا بودن همه um, Osiris رو دوست داشتن except بجز um, برادرش his brother Set که اسمش Set بود. Set wanted to be king. Set میخواستش که پادشاه باشه. Set wanted to be king. میخواست که پادشاه باشه. Osiris made his annual trip around Egypt and led religious events. اوسایرس سفرهای سالانه خودش رو به سراسر مصر شروع کرد و اونجا لد هدایت کرد ریلیجس ایونز اون رخدادها یا رویدادها یا مراسم مذهبی رو هدایت کرد پس انیال تروب یعنی سفره سالانه و ریلیجس یعنی مذهب یا مذهبی The village give him beautiful shells and colorful feathers as gifts. Uh, ویلج یعنی میتونیم هم دهکده معنی بکنیم روستا معنی بکنیم هم به معنی روستاییان یا مردم روستا. gave him به اون دادن uh, beautiful shells های زیبایی بهش دادن شل یعنی صدف and colorful feathers as gifts و فدر uh, یعنی پر پرهای رنگی بهش دادن به عنوان هدیه. از beautiful shells and colorful feathers پرهای رنگ و رنگ و رنگ رنگی و صدف های زیبا When Osiris returned وقتی که Osiris از اون سفر سادیانه خودش برگشت Seth brought a beautiful wooden box from behind the curtain uh, Seth چگاه کرد رفت اوورد یک beautiful wooden box box یک جعبه چوبی زیبایی رو آورد from behind the curtain از پشت پرده و یک جعبه چوبی زیبایی رو آورد بیرون if someone fits inside this box اگه کسی جا بگیره if someone fits inside this box اگه کسی داخل این صندوق جا بشه i will give it to him or her ست، 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 حالا میگه که اگه کسی توی صندوق جا بشه من اون رو به اون میدم من اون رو، این جعبه رو، جعبه زیبا رو به اون میدم اگه کسی داخل این جا بشه Osiris got in it Osiris رفت داخل اون جعبه که اون ببینه اندازه اون میشه یا نه It was an ideal fit یک به شکل خیلی ایدئالی قشنگ جا فیت شد، جا شد یعنی درست انگار اندازه اون درست شده بود Suddenly set closed the box uh, یه دفعه set گفت که close the box. در جعبه رو بست and threw it into the river و اونو پرتابش کرد داخل رودخونه Now I will be king set said حالا set گفتش که من پادشاه خواهم شد چون اصایرس رو گذاشت تو جعبه و انداخته تو آب و دیگه پادشاه نیست حالا اون چون برادرشه پادشاه میشه و suddenly set close the box and threw it into the river سپس یا ناگهان یا به صورت یک دفعه ست بست در اون جعبه هر رو و اون رو پرتاب کرد داخل ریور داخل رودخونه و گفتش که now I will be king نه uh, حالا من دیگه پادشاه هستم <مید> یا من پادشاه خواهم بودیم The box washed up on a foreign shore after a flood اون صندوق که اوسایرس داخلش بود بعد از یک سیل بعد از یک سیلی که اومد روی یک ساحل یک کشور خارجی به ساحل نشست واشت آب اینجا به این معنی یعنی به صورت یعنی آب اون رو به ساحل برده منظورش اینه the باکس wash up یعنی جعبه برده شد on a foreign shore foreign ساحل خارجی یک ساحل خارجی after a flood. flood هم یعنی سیل بعضی یک سیلابی که اومده بود این جعبه رو آب برد به یک ساحل کشور خارجی Isis brought his body home and obtained a grave for him in Egypt Isis که ملکه بود چکار میکنه؟ جسد اوسایروس رو میاره هم میاره خونه و چکار میکنه؟ obtain obtain به دست آوردن ولی اینجا ما فراهم کردن معنی کنم چون یکی دیگه از معانیاش فراهم کردن و فراهم میکنه براش a grave یک قبری رو براش فراهم میکنه for him in Egypt تو مصر و تو مصر یک قبری برای اون فراهم میکنه The Egyptian gods thought Isis had done something very romantic The Egyptian gods یعنی خدایان مصری خدایان مصر تات فکر میکردن که آیسیس حدان something وری رومانتیک یک کار خیلی عاشقانه ای انجام داده رومانتیک یعنی عاشق کار خیلی عاشقانه ای انجام داده because اف a لوف به خاطر عشق آیسیس به اوسایروس دی گاڈ خدایان made him uh, the god of دی underworld اوسایروس رو خدای مرده ها نامیدند آندروورلد اینجوری به معنی مردگان چون کسانی که زیر زمین یا زیر خاک هستن Osiris returned every spring یعنی هر بهار Osiris بر میگرده هر بهار Osiris بر میگرده to help the farmers که به کشاورزها کمک بکنه Osiris returned every spring هر ماه بر میگرده to help the farmers که به کشاورزها کمک بکنه Even nowadays حتی امروزه Even nowadays حتی امروزه People say Osiris keeps their crops alive میگه که even now, حتی امروزه پیپل مردم میگن که اوسایرس کیپس دیر کراپس alive محصولات اونها رو اونی که زنده نگه میداره یعنی اوسایرس اوسایرس هر بهار میاد به کشاورزا کمک میکنه و محصولات اون رو زنده ن... اونها رو زنده نگه میداره یعنی همچنین اعتقادی داره خب پایان درس 29 بریم روی لیست داستان رو تعریف کنیم خب اروی لیست داستان رو تعریف کنیم گفتیم اوسایرس اند Nile گفتیم داستان در مورد اوسایرس و رود نیل هست لانگ گو سالها قبل یا سالها، سالهای خیلی دور Osiris king of Egypt پادشاه مصر بود و آیسس و آیسس هم ملکه مصر بود اونها رولد اونها حکمرانی میکردن به یک fertile land به سرزمین های حاصل خیزی که کنار نایل ریور کنار رود نیل بود اونها اینتلیجنت Great هوش بسیار زیادی داشتن و اونها شرد به اشتراک میذاشتن abstract ideas ایده های انتظاری خودشون رو با ایجپشنز با مصریا که چطور ویلز چرخ بسازن چطور فرنیچر مبلمان و وسایل خونه بسازن و آیسیس هم که ملکه بود و به مردم آموزش میداد که چطور با کلی با گل روس و کلوس با پارچه یک سری وسایل رو درست بکنن و مردم به خاطر این کاری که اونها در میکردن دیزرو اونها رو شایسته میدونستن که بهشون یک پاداشی بدن به خاطر این اونها بیلت ساختن یک پیرامید یک هرم ساختن برای اونها همه آیسس و اوسایرس رو دوست داشتن اکسپت بجز هیز برادر بجوز برادر اوسایرس که اسمش ست بود چون ست میخواست که پادشاه بشه اون رو دوست نداشت اوسانیس یه بار به انیال تریپ یک سفر سالیانه ای میره به سراسر مصر تا هدایت بکنه ریلیجس ایونتس رویدادها یا مراسم مذهبی رو هدایت بکنه دی village روسا the ویلیجز روسایان یا روساها میتونه جوابش رو معنی کنیم یعنی کسای مردم روسا یا خود روسا به اونها بیوتیفول shells صدف های رنگی دادن اند colorful feathers و پرهای رنگ, رنگ و پرهای رنگی بهشون به عنوان هدیه بهش دادن اوسایرس ریترند بازگشت به محل خودش و سید که برادرش بود براش یک بیوتیفول وودن باکس آورد یک جعبه چوبی زیبایی رو آورد بیرون از کجا از بیهیند کارسینگ بیهیند از پشت یک پرده اون جعبه رو آورد بیرون و گفتش که اگه کسی فیتس اینساید اگه کسی داخل این فیت بش اندازه بشه یعنی بره داخلی و این جعبه قشنگ اندازش باشه من اون جعبه رو بهش میدم و اوسایرس میره داخل اون جعبه گاتی نیست میره داخل اون جعبه و اون جعبه ایت was ان فید و اون جعبه کاملا اندازه اوسایرس بود سادنلی ناگهان سد کلوز سد بس در اون جعبه رو و اون رو through پرتاب کرد داخل رودخونه و گفتش که دیگه حالا من پادشاه ها و اینا و اون جبر واشت آب برده شد توسط آب به یک فورن شور فورن شور یعنی ساحل خارجی شور یعنی ساحل فورن یعنی خارج به یک ساحل خارجی برده شد بعد از یک فلاد بعد از یک سیلابی که اونجا رخ داده بود آیسس رفت اون بدن یا جسد شوهرش رو برداشت و obtained و فراهم کرد براش یک grave یک قبری برایش فراهم کرد توی مصر The Egyptian gods, uh, یعنی خدایان مصری uh, وقتی که این حرکت رو دیدن گفتن این very romantic خیلی عاشقانه بود این حرکت آیسس و به خاطر همین the god of uh, به خاطر همین خدایان اوسایرس uh, رو the god of the underworld خدای مردگان نامیدن Underworld، گفتیم اینجا به معنی زیر زمین به معنی مردگانه. و اوسایرس اوری سپرینگ هر،, هر, هر فصل بهار برمیگرده و به فارمرز به کشاورزها کمک میکنه پس مردم ناودیز هنوز باور دارن یا اعتقاد دارن این قضیه که keeps کیپس کراپس الایو یعنی اوسایرس که هر سال میاد اونجا محصولات اونها رو اون زنده نگه می‌داره خب اینم از درس 29 امیدوارم طبق روال گذشته دیگه کاملا بدونید چیکار باید بکنید درس رو مرور بکنید 29 درس از جل دو رو به پایان رسوندیم جلسه بعد درس سیوم رو تدریس میکنیم و جلد دوم به پایان میرسه و از جلسه بعدش به امید خدا جلد سوم رو شروع خواهیم کرد خیلی خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید و این نشون دهنده که چقدر به این مسیر اعتقاد دارید به این روش و به اون تصمیمی که برای یادگیری زبان انگلیسی گرفتید چقدر براتون مهمه که تا اینجا تونستید جلو بیاید یعنی نزدیک به 59 تا درس رو شما تمرین کردید و لغات بسیار زیادی رو یاد و دایره لغات خیلی زیادی الان دارید و این نشون دهنده اون اعتماد شماست نشون دهنده اون تعهدی که نسبت به هدفتون دارید و چقدر اشتیاق دارید به اون هدفتون برسید با من همراه باشید تا درس سیوم تو جلسه بعد به پایان برسونیم و ان وارد جلیه سومشیم خدا حافظ